اومدیم با بررسی قسمت اول سریال افی تهران بابت تاخیر معذرت میخوام مسافرت بودم از هفته بعد قراره که همه برنامه ها سر جاشون به تایمشون آپلود بشن قراره که تو این ویدیو در مورد اپیزود اول این سریال صحبت بکنیم بررسی کنیم و در نهایت ببینیم که آیا واقعاً عفیه تهران خود آرمان بیانی با بازی پیمان مادیه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اگه اولین بارته که به این چنل سر زدی و علاقه داری به بررسی و معرفی فیلم و سریال خوشحال میشم که با سابسکرایب کردنت اضافه چی به جمع ما بریم برگردیم سلام محمد علی هم شیرزاد خوش اومد به چنل خودتون شیرزاد فیلم قبلا یه ویدیو ساختم برای این سریال و توش معرفی کردم کامل این سریال رو و در مورد سی از نکاتی که شاید هنوز خبرش منتشر نشده صحبت کردم در مورد اینکه آیا مهران مدیری و رضا گلزار و امین حیایی و اینا هستن یا نیستن اگه هستن حضورشون چه شکلیه همه اینا رو تو اون ویدیو در موردش صحبت کردم لینکش میاد این بالا اگه دوست داشتید اونم ببینید آقای آرمان بیانی منتقد و مدرس تهران برخلاف سریالی که این روزا توی نمایش خانگی می‌بینیم که یهو با یه قسمت اول خیلی شلوغ و پر حیجان و عجیب غریب با یه اتفاق خیلی بزرگ شروع می‌کنن بعد آخرش نمیتونن جمعش کنن نه این مدلی شروع نشد یه شروع خیلی ساده خیلی درست خیلی اندازه ولی خب با کلی جزئیات داشت به نظر من نه تنها فقط در تصویر بلکه تو تک تک واقعا اجزای این فیلم که نوشته شده شخصیت پردازی کاراکتر آرمان فوق پر از جزئیاته و من فکر میکنم مثل حالا اون چند تا کاراکتری که کلا تا الان براشون ویدیوی جدای تحلیل شخصیت ساختیم از اول شروع فعالیت تا الان این کارکترم فکر میکنم که قراره براش یه ویدیوی مفصل تحلیل شخصیت داشته باشیم آخرین بار فکر کنم اصلا مربوط میشه به منصور سریال پوست شیر من ناخداگاه نقطه های زیادی بین عفی تهران و پوست شیر میبینم اصلا از این قضیه بگذریم که تا الان فکر کنم بار هزارومه که دارم میگم بعد از پوست شیر هر سریالی که اومد کل فضاش اینه که آقا ما باید دنبال یه قاتلی بگردیم یه دقت بکنید یه مروری بکنید 99 درصد سریالایی که اومده بعد از پوست شیر همچین فضایی رو دارن حالا یه سری از سریالا موفق نمیشن مثل گناه فرشته یه سریالی میتونه موفق بشه واقعا مثل دفتر یاد داشت عفی تهران هم همینطوره یعنی ما قراره دنبال یه قاتلی بگردیم باز ولی من حس میکنم یعنی پیش که دارم از ادامه این داستان اینه که قراره یه سری تفاوت اساسی وجود داشته باشه توی داستان افکی تهران با روند سریالی که گفتم که حالا جلو تا بهش اشاره می یه نقطه داره که دیگه که بین پوستشیر و افکی تهران وجود داره اینه که پوستشیر هم با یه شروع خیلی ساده اومد وارد داستان شد ولی رفته رفته شد پر مخاطب ترین سریال نمایش خانگی من فکر نمی کنم افی تهران ظرفیت اینو داشته باشه که به اون حجم از مخاطب برسه چون یکی از دلیل مهمی که پوست شیر انقدر مخاطبه عام رو هم تونست جذب کنه اینه که یه فضای پایین شهری داشت این به نظرم واقعیت و یکی از دلایلش اتفاقا همینه عفیه تهران این فضا رو نداره ولی به هر حال قابلیت اینو داره به نظرم که هر چقدر که جلو میره مخاطبای خیلی زیادی رو بتونه جذب خودش بکنه و از همه مهمتر مدیر فیلمبرداری هر دو سریال پوستشی و عفیه تهران آقای مرتضی قفوری هستم من توی ها دیدم که خیلی صحبت میشد که فیلمبرداری عفیه تهران شبیه دلیلش به همین برمیگرده و آقای غفوری واقعا به نظر من صاحب سبکن توی این کار یعنی اون زاویه نگاهی که دارن اصلا یه جوری دارن روایت میکنن از نگاه فیلم بردار کارو برای یه داستان جنایی که بهترین خروجیه که به این جنایی ایرانی دیدم و با توجه به تصویرهایی که دیدیم فکر میکنم که مثل پوست شیر اینجا هم از یه لنز زوم استفاده کرده باشم برای فیلم برداری تهران اگه قرار یک هدف اسم این است قبل از 50 سالگی فیلم است. و این اشاره میشه که تو این قسمت اول گاهن ریتم میافتاد، ریتم پایین بود ولی من این مدلی ندیدم قضیه رو. من فکر می کنم که افی تهران کاریه که باید یه خورده موقع تماشا کردنش حوصله به خرج داد و یه خورده صبورتر بود. و اگه جای هم ریتم میفته حتما قراره که بعدش اتفاق مهمتری رو رقم بزنه و داره ذهن مخاطب رو آماده میکنه به نظر من. من با دوستم داشتیم قسمت اول این سریال رو می دیدیم و جاهایی که یه فلشبکی بود به گذشته به اون کودکی و اون رنگ تصویر رو وقتی میدیدیم رفیقم گفت که چقدر اصلا درست همه چیز اینجا چقدر اون رنگه داره اون فضای گذشته تاریک و سردی که این آدم داشته رو واقعا نشون میده به ما و واقعیت به نظرم اصلاح رنگ توی اون پلانا اصلا به بهترین شکل ممکن انجام شده توی پوستشی هم وقتی ما گذشته رو میدیدیم یه حالت سیاسفی داشت ولی این برای من خیلی جذاب تره چیزی که یادم رفت بهش اشاره کنم تیتراج ابتداییه وقتی که داشتیم میدیدیم به گفتم که یعنی دقیقا همین جمله گفتم گفتم آقا ابتدایی ده از یعنی کوتاه تصاویر کاملا مرتبط با فضای کار و یه موسیقی جذاب نتیجهش میشه یه تیتراژ ابتدایی خلاصه کوتاه و مفید دیگه اضافه کاری نداشت واقعا توی شرط زندگی یا تصمیم گرفتی بچه که ارتباط خوبی باش نداری پیش خودت نگردی در مورد بازیگری ها که ستا بازیگر هستیم اون که به نظرم جای صحبت ندارن یعنی کاملا مشخصی که در ادامه هم قراره درخشان تر باشه ولی در مورد بازیگری نقش فرعی که یه جوری بود که انگار منسجم نیست و اصلا یه خورده بالا پایین و تفاوت حس می شد. من فکر می کنم به این برمیگرده که یه جورایی ما آشنا نیستیم با این کارکترها با توجه به فضایی که داره که جلوتر بشه اشاره میکنن این کمدی سیاهه من حس می که هر چقدر جلوتر بره و ما با شخصیت پردازی هر کدوم از این آشناتر بشیم یه خورده برامون جا افتاده تر باشه و میگم پلتفرم هم اصلا به این قضیه اشاره نکرد برخلاف خود صحبت پیمان مالی که گفته بود کار کمدی سیاهه کمدی سیاه توی توضیحات فیلم نت نبود ولی خب ما به وضوح هستن وجود داشتن تا موقعیتی که این قضیه رو به ما نشون بده کلی دیالوگ بود که مشخص بود از اون فضا میاد به فکر میکنم کاش یکم خب همونطور که میدونی توی بررسی های قسمت اول سریال زیاد وارد داستان نمیشیم و موکولش میکنیم به قسمت های بعدی ولی خیلی خلاصه بخوام بگم در مورد داستان و اتفاقی که افتاد این که آیا خود پیمان معادی اون افیا تهرانیانه البته اینو قبلش بگم که خیلی حرف دارم در مورد این کاراکتر واقعا بعد از دیدن قسمت اول انقدر یه دیتا برسه دست من مخاطب در مورد شخصیت گذشتش، کاری که الان داره میکنه اون رفتارش اون اصلا اینقدر رک بودنش و همه اینا به گذشتهش برمیگرده همه اینا به اون شخصیت پردازی دقیقی که داره برمیگرده و من خیلی دوست هم در صحبت کنم ولی خب الان تو این برنامه فرصتش پیش نمیاد یا باید بذاریم برای بررسی قسمت دوم اگه اونجا فرصتش پیش بیاد که نه بعدش کلا یه برنامه جدا بسازیم و میگم اینکه آیا اینطوری افی تهران پیمان مادیه یا نه دو تا مسیر به نظرم وجود داره در رابطه با ادامه قصه اگه خود پیمان معادی اون قاتله باشه که خب اینطوری میشه که آره دیگه گذشته ای داشته این آدم تو گذشتهش مورد آزار و اذیت قرار گرفته حالا چه از سمت پدرش از سمت دیگران و الان هم همه اونا جمع شده و در نهایت باعث شده که این آدم کسی بشه که بره همه اونایی که بچه ها رو اذیت میکنن رو پیدا کنه و به قتل برسونتشون که اگه اینجوری باشه کلا به نظرم اون معمای اصلی داستان یه چیز دیگه است چون اگه معمای اصلی داستان این بود که خب کی اون افی تهرانه حالا بریم به این برسیم که پیمان مادی افیه تهران هستن به این سادگی که فکر نکنم میتونستیم حدسشو رو بزنیم پس اون معمای اصلی یه چیز دیگه میشه اگه اینطوری داستان بره جلو ولی به نظر من این مدلی داستان که نه افی تهران یادم دیگه است اینا طی مسیرش قرار میگیرن و فیلم رو میسازن و با توجه تو اصلا مسیر فیلمسازی تو مسیری که پیمان مادی این آرمان بیانی قرار بکنه برای ساختن این فیلم با خود اون قاتل آشنا میشه بهش نزدیک میشه باهاش صحبت میکنه یه رابطه دوستی بینشون شکل میگیره به دلیل اون حس مشترکی که دارن که خود پیمان مادی بهش اشاره کرد و رفته رفته حالا حتی ممکنه که خود عفی تهران دستگیر بشه یا تو کشته بشه و آرمان بیانی مسیرش ادامه بده که حالا رسیدم به این مرحله داستان خودش نیازمند کلی بالا و پایینه که به نظرم میتونه خیلی جذاب باشه یه چیزی که برای من سوال بوده همیشه اگه کسی جوابشو میدونه لطفا کامنت کنه اینه که آقا سریال ایرانی وقتی میان از موزیک های خارجی توی کارشون استفاده میکنن خب برای سریالشون یه حق کپی میگیرن وقتی دارن حق کپی میگیرن خودشون کپی نمیخورن بابت این موزیکا اصلا متوجه این نمیشم اگه کسی بلده به منم بگه منم میخوام واقعا یاد بگیرم این قضیه رو واقعا احساس میکنم همه دنیا دست به دست هم دیگه دادن تا من فیلمم خب این بود بررسی قسمت اول اپی تهران بازم میگم هر در مورد این سریال خیلی زیاده منتظر ویدیو های بعدی و بررسی قسمت های بعدی این سریال باشید اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره و حتما نظرتون در مورد قسمت اول این سریال و این ویدیو توی کامنت ها برام بنویسید دمتون گرم که تو اینجا ویدیو همراه من بودید منتظر ویدیو های بعدی باشید